سلام، این برنامه مذاکره با ضمیر ناخودآگاه. سایت مرجع قدرت نامحدود. چطور با ضمیر ناخودآگاه خودمون مذاکره کنیم؟ در مقالات مختلفی گفته شده که برای رسیدن به هدف باید با ضمیر ناخودآگاه خودمون مذاکره کنیم و اونا قانع کنیم. ضمیر ناخودآگاه دقیقا مثل یک بخش کاملا مجزا و بسیار قدرتمند از وجود شماست که باید حتما به صورت مجزا قانع بشه، چون بالاترین قدرت رو در دست داره و بدون همراهی اون غیر ممکنه به هدف خودمون برسیم. در غیر این صورت می‌بینیم با اینکه تصمیم گرفتیم کاری رو انجام بدیم، اما هیچ انگیزه‌ای برای انجام کاری که مد نظر قرار دادیم نداریم. بله، اگر اینطور شدین، باید بدونین که ضمیر ناخودآگاهتون به شما باور نداره و به عنوان مانع عمل کرده. به عنوان مثال، اگر ضمیر ناخودآگاه شما قانع نشه که بیدار شدن در صبح زود مهم و پر اهمیته، در عمل هم با بیدار شدن زود در صبح با مشکل مواجه میشین. حتی اگر کارهای بسیار مهمی برای انجام داشته باشین. به علاوه، زمانی که تضادهایی میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه پیش میاد، میبینین که قادر به تولید انگیزه در خودتون نیستین. انگیزش زمانی ایجاد میشه که ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاهتون هر دو روی نقشه مشخصی به توافق رسیده باشن. قبلا گفته شده که تلقین کردن و تکرار چندین بار جملات مثل من عاشق درس خوندن هستم هیچ تأثیری در علاقمندی شما به درس نداره، چون ضمیر ناخودآگاه به حد کافی باهوشه که درک کنه شما در حال دروغ گفتن هستین یا حقیقت. اولین چیزی که در مورد ضمیر ناخودآگاه خودتون باید بدونین اینه که این بخش دقیقا مثل یک جزء مجزا کار میکنه. به عبارت دیگه، اگه به صورت آگاهانه چیزی رو بخواین، ضمیر ناخودآگاه شما هم لزوماً شما را همراهی نخواهد کرد. در چنین مواردی ضمیر ناخودآگاه باید نسبت به اهمیت اون موضوع آگاه بشه و این شمایید که باید ضمیر ناخودآگاهتون رو قانع کنید، وگرنه مشکل نبود انگیزه ایجاد میشه. زمانی که ضمیر ناخودآگاه هدف دیگه ای داره که شما از اون آگاه نیستین، برای انجام کار دیگه ای که تصمیم دارید مقاومت میکنه. به عنوان مثال، اگه بخواید مطالعه کنید اما ضمیر ناخودآگاه شما باور داشته باشه که شکست میخورید، ضمیر ناخودآگاه انگیزه لازم برای مطالعه رو به شما نمیده. در این حالت، حتی اگه وقتی شما به صورت آگاهانه سعی کنید مطالعه کنید، ضمیر ناخودآگاه مانع مطالعه کردن شما میشه و مثلا باعث میشه صفحات رو تونتون ورق بزنید و تستا رو تونتون رد کنید یا به مسائل دیگه فکر کنید یا اینکه تا کتاب رو باز میکنید خوابتون ببره. همه اینها به خاطر اینه که هنوز ضمیر ناخودآگاه رو قانع نکردیم که شما رو همراهی کنه و این رویداد بسیار جالبه، چون همه این حالات، خوابالودگی حین مطالعه، ورق زدن تونتون و غیره، به صورت ناخودآگاه رخ میده و در حقیقت از سوی ضمیر ناخودآگاه ارسال میشه. ممکنه تعجب کنین که چرا ضمیر ناخودآگاه این کار رو انجام میده و سود این کار چیه؟ پاسخ اینه: با این کار ضمیر ناخودآگاهتون قصد داره با جلوگیری کردن از مطالعه کاری کنه که حتی اگه روز آزمون شکست خوردید، اعتماد به نفس و عزت نفستون ضربه نبینه و بتونه به سادگی بگه من برای این آزمون مطالعه نکرده بودم. به همین علت، همونطور که میبینین، وجود تعارض میان ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه میتونه باعث مقاومت ضمیر ناخودآگاه و از بین رفتن انگیزه شما بشه. تنها راه برای اینکه انگیزه خودتون رو ایجاد کنین اینه که با ضمیر ناخودآگاه خودتون به صورت مستقیم مذاکره کنین تا اونو قانع کنید که شما رو در اون چه که میخواین انجام بدین یاری کنه. فرایند حرف زدن با ضمیر ناخودآگاهتون به سادگی صحبت کردن با خودتونه. نگران نباشید، با انجام اون دیوونه خطاب نمیشین. با حرف زدن با خودتون درک بیشتری از مقاومت موجود در وجودتون برای انجام کارها خواهید داشت، مقاومتی که مانع انجام اون چه میخواهید شده. شما نیاز دارید که با ضمیر ناخودآگاه خودتون حرف بزنین، دقیقا مثل حالتی که با شخص دیگه ای در حال مذاکره این. حین این بحث ها میتونین متوجه بشین که چرا ضمیر ناخودآگاه مانع انجام کار مربوط شده و منبع اصلی اونا رو هم پیدا میکنین. به محض اینکه دلیل مربوطه رو پیدا کردین، باید کار کنین و تغییرات جدی ایجاد کنین تا ضمیر ناخودآگاهتون بتونه به شما اعتماد کنه. با همه این نکات باید بدونی که در برخی موارد صحبت کردن به تنهایی کافی نیست. فرض کنید که ضمیر ناخودآگاهتون به اهداف و نقشه های شما باور نداره. در چنین حالتی شما نیاز دارین که نقشه خودتون رو مجدد مرور کنین تا بدونین آیا نیاز به تغییر داره یا نه.
به عنوان مثال هممون اهدافی توی زندگیمون داریم. باید اونا رو مکتوب کنیم و روزانه اونا رو مرور کنیم. بدین ترتیب ضمیر ناخودآگاه شما اعتماد بیشتری به شما پیدا میکنه و در نتیجه شما رو در رسیدن به اون هدفها همراهی میکنه.